نگاه به کانادا کانادا یک جامعه روشن فکر و چند فرهنگی متشکل از افراد مختلف است. کانادا کشوری است که به تنوع ارزش قائل گردیده و به آن احترام میگذارد. قوانین کانادا بالای همه یکسان تطبیق می شود. از مردمی که در کانادا هستند انتظار می در مقابل همه مردم بدون توجه به سن، جنسیت، نژاد، طبقه اجتماعی، حالت مدنی، زبان، دین، ملیت، مهاجر بودن، گرایش جنسی، توانایی یا معلولیت با حوصله بوده و به آنها احترام قائل گردند. تبعیض مانع انجام کارهایی است که دیگران می توانند آزادانه انجام دهند. اعمال تبعیض در مقابل کسی به این معناست که به آنها نسبت به دیگران نامساویانه و منفی برخورد کنید. در قوانین کانادا رفتار بد و ناعادلانه با دیگران برای چیزی که آنها هستند غیر قانونی است. مردم کانادا میفهمند که تبعیض وجود دارد. با وجود اینکه کانادا یک کشور چند فرهنگی و مکان مورد پسند است، باز هم در میان پنج نفر، یک نفر مورد تبعیض قرار گرفته است. در بعضی از حالات، تبعیض منجر به خشونت می گردد. تبعیض منجر به خشونت در کانادا معمول نبوده مگر تخطی جدی از قانون محسوب میگردد تبعیض میتواند تواند انواع و اشکال مختلف داشته باشد در بعضی از حالات به آسانی فهمیده می شود. مگر در حالات دیگر به شکل پنهان صورت می گیرد بعضی از امثال آن قرار زیلند. شما از کدام کشور هستید به کشورتان برگردید یعنی تبعیض مبتنی بر ملیت تیم ما بازیکنانی که چادر می اجازه بازی نمیدهد شما نمیتوانید که بازی کنید یعنی تبعیض دینی لفت خراب است یعنی تبعیض مبتنی بر معلولیت دو مرد در مظهر عام دست به دست با هم را می روند چه قدر شرم تبعیض مبتنی بر گرایش جنسی زنان این کار را انجام داده نمیتوانند یعنی تبعیض مبتنی بر جنسیت افراد مثل شما نمی توانند که اینجا خریداری کنند. یعنی تبعیض مبتنی بر جنسیت. اگر چنین افراد به اینجا آمده بروند، منطقی مانا امن خواهد شد. یعنی تبعیض نژادی. تبعیض می تواند که روزمره صورت گرفته و خفیف یا به شکل توهین باشد. بعضی از امثال این توهین ها قرار زیلند. به نفر مقابل به دیده تنبل نگرسته می شود. به نفر مقابل به مشکوک نگریسته می شود. با یک کارمند خدماتی اشتباه گرفتن. هنگام دسترسی به خدمات رفتار ناعادلانه صورت می گیرد. در کانادا شما این حق را دارید در مورد حالات یا برخوردهایی که تب ایزامیز به نظر می رسند محترمانه سوال کنید. توصیه های را هنگام روبرو شدن با تبعیض در کانادا مد نظر بگیرید. در مورد نقاط قوتتان فکر کنید. همراه با شخص مورد اعتمادتان صحبت کنید. اگر ممکن باشد، به با کسی که تبعیض می کند بگویید که این کار را متوقف سازد. سعی کنید که جزئیات واقعی تبعیض را به شمول نامها، تاریخ، زمان و محل یادداشت کنید. با این کار، جنبه تبعیض در رفتار صورت گرفته معلوم خواهد شد. شما می توانید که از یک متخصص صحت روانی کمک بگیرید. شما می توانید که به شماره غیر استراری پلیس جهت اخذ راهنمایی تماس بگیرید اگر شما در معرض خطر قرار دارید به شماره 911 پلیس و خدمات اضطراری تماس بگیرید در صورتی که در محل کار مورد اذیت و آزار قرار می گیرید به پلیسی من آزار و اذیت اداره تان مراجعه نموده و هدایات آن را تعقیب کنید روشن فکر و در مقابل تفاوت های سایر افراد این اطاف پذیر و حوصله من بودن به شما کمک می کند که با زندگی کردن در کانادا سازگار شوید. این کار را قرار زیل انجام دهید. در رفتار و کردارتان با احترام باشید. به حق زندگی کردن مردم طوری که آنها می احترام بگذارید. حتی که با نحو زندگی شما متفاوت باشد. و رفتار منصفانه با همه مردم بدون قائل شدن استثنا را ترویج دهید.